شنوندگان عزیز، با عرض سلام گرم و صمیمانه از همه شما در این برنامه رسانه های اجتماعی سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو استقبال می نماییم. اینک به آخرین اخبار هند و جهان توجه بفرمایید. گوینده احمد علی. نخست سرفصل اهم اخبار. نخست وزیر نرندر مودی با صنایع مراکز راه اندازی و اکادمی ها از بخش فضایی تعاملی داشته، گفته است که این کشور می کوشد این امر را تضمین نماید که منافع برنامه فضایی در دسترس فقیرترین افراد جامعه باشد. وزیر کشاورزی هند تکرار نموده است که دولت مرکزی آماده به مذاکرات با کشاورزان می باشد. وزیر دفاع هند راجناز سنگھ گفته است که هند در جهان پیشرو با تصورات جلوتر از چین می باشد. وزارت دارایی هند هفتمین قسط هفتگی 60,000 میلیون روپیه را برای تامین جبران کمبودگی مالیات بر کالاها و خدمات در اختیار ایالات گذاشته است. قرار است نخست وزیر نرندر مودی در تاریخ 17 دسامبر یک کنفرانس سران مجازی را با نخست وزیر بنگلہ دیش شیخ حسینہ انجام بدهد. و اینک به مشروع اخبار از رادیو تهدی توجه بفرمایید. نخست وزیر نرندر مودی گفته است که این کشور می کوشد که این امر را تضمین نماید که منافع برنامه فضایی در دسترس فقیرترین افراد جامعه باشد. نخست وزیر از طریق کنفرانس ویدیویی با صنایع کلیدی، اداره های راه اندازی و اکادمی ها از بخش فضایی برای تشویقشان برای شرکت در فعالیت های فضایی تعاملی می نمود. آقای مودی اظهار امیدواری نمود که این کشور به زودی به صورت یک مرکز تولید فضایی خواهد درآمد. او گفت که اصلاحات در بخش فضایی فقط محدود به تضمین تسهیلات در بازرگانی نیست، بلکه به هر مرحل کمک فراهم می شود. نخست وزیر گفت که به طوری که نبوغ هند توانسته است به شهرت جهانی در بخش فناوری اطلاعات دست یابد، این خواهد توانست در بخش فضا نیز همین کار را انجام بدهد. کابینه دولت مرکزی در ماه جوین سال جاری یک تصمیم تاریخی را برای گشایش بخش فضا گرفته و مشارکت بخش خصوصی هندی در تمام جنبه های فعالیت های فضایی را امکان پذیر ساخته است. با ایجاد مرکز توسعه فضایی و مجوز هندی، اصلاحات زمینی را برای شرکت های خصوصی و راه اندازی ها فراهم خواهد نمود. وزیر کشاورزی هند نرندر سنگھ تومر این موضع دولت مرکزی را تکرار نموده که آماده به مذاکرات با کشاورزان می باشد. آقای تومر ضمن گفتگو با خبرنگاران پس از ملاقات با اعضای کمیته هماهنگی کشاورزان سرتاسر هند که از تمل نادو، تلنگانہ، مہاراشٹرا و بہار آمده بودند گفت که دولت حتما مذاکرات را انجام خواهد داد در صورتی که اتحادیه‌های کشاورزان برای آن آماده باشند. او گفت که مذاکرات پیرامون ماده به ماده صورت خواهد گرفت. او گفت که اعضای کمیته هماهنگی کشاوردان هند که با او ملاقات نموده از لایحه‌های کشاورزی حمایت نموده و نامه‌ای را راجع به آن تحویل نمودند. وزیر نام برده گفت که نیت و سیاست دولت بهبودی کشاورزان می باشد. اعضای کمیته هماهنگی کشاورزان سرتاسر هند یادداشتی را نیز به وزیر کشاورزی به حمایت قوانین مربوط به کشاورزی تحویل دادم. خبرنگار ما گزارش می دهد که کشاورزانی که با وزیر کشاورزی ملاقات نموده معتقد بودند که این قوانین آزادی و گزینه کشاورزان در فروش و خریداری فراورده های کشاورزی را تضمین خواهد نمود و تجارت و سرمایه گذاری بلا مانع را خارج از محوطه های کمیته های بازاریابی تولیدات کشاورزی مجاز خواهد نمود. آنها محسوس نمودند که این اصلاحات کشاورزی کشاورزان را قادر به
دسترسی به تکنولوژی مدرن بدرهای بهتر و ورزیهای دیگر خواهد نمود و علاوه بر این توجه سرمایه گذاری خصوصی را بخش کشاورزی جلب خواهد نمود. بیشتر از 7000 سازمان غیر دولتی تحت چتر کمیته هماهنگی کشاورزان سرتاسر هند کار می کنند. وزیر دفاع هند راجناتھ سنگھ گفته است که هند در جهان پیشرو با تصورات جلوتر از چین می باشد. او گفت که در این مورد ممکن است مذاکرات جدی وجود داشته باشد که چه کسی قدرت نظامی بیشتر را دارد، اما تا آنجا که مربوط به قدرت نرمی باشد هیچ امکانات ابهام وجود ندارد. آقای سنگھ از لحاظ مجازی به مراسم پایانی سالانه اتاق صنعت و بازرگانی هند خطاب می کرد. وزیر دفاع هند گفت که نیروهای مسلح هند با تجاوز در امتداد خط کنترل در لداخ شرقی مقاومت سرسخت نموده و با ارتش آزادی خواه خلق چین با شهامت حد اکثر به مبارزه پرداخته و آن را وادار به عقب کشی نمودند. او به طور قاطع گفت که نسلهای آینده این کشور به آنچه که نیروهای ما در سال جاری انجام داده فخر و پباهات خواهند نمود. وزارت دارایی هند هفتمین قسط هفتگی 60,000 میلیون روپیه را برای تامین جبران کمبودگی مالیات بر کالاها و خدمات در اختیار ایالات گذاشته است. از آن جمله 5,516 کروڑ و 6 میلیون روپیه به 23 ایالات فراهم شده و 483 کروڑ و 4 میلیون روپیه به قلمروهای تحت حکومت مرکزی مجلس قانونگذاری دہلی، جموں کشمیر و پاندچیری فراہم شده که اعضای شورای مالیات بر کالاها و خدمات هستند. 5 ایالت باقی مانده اروناچل پردیش، منی پور، میزورام، ناگالینڈ و سکم فاصله ای را در مالیات به علت اجرای مالیات بر کالاها و خدمات ندارند. یک کنفرانس سران مجازی در تاریخ 17 دسامبر مابین نخست وزیر نرندر مودی و همتای بنگلہ دیشیش شیخ حسینہ صورت خواهد گرفت. وزارت امور خارجہ ہند در بیانیه گفت که هر دو رهبر در دوران این کنفرانس سران مذاکرات گستردهی را راجع به تمام جنبه های رابطه دو جانبه از جمله تحقیم بیشتر همکاری در دوره مابعد کووید 19 انجام خواهند داد. وزارت امور خارجہ هند گفت که هند و بنگلہ دیش به طور مداوم مبادلات مرتب عالی ترین سطح را نگاه داشتند. نخست وزیر نرندر مودی امروز برای پریان گزاری پروژه های عمرانی متعدد از گجرات بازدید خواهد کرد. این پروژه ها شامل بزرگترین پارک انرژی قابل تجدید جهانی در نزدیکی مرز هند و پاکستان، در نزدیکی روستای کھاوادا، در بخش کچھ یک کارخانه نمک زدائی، لبنیات فراوری شیر سرحد و کارخانه بسته بندی خواهند بود. وزیر سیاحت گجرات واسن بھائی اہیر گفتے است که پارک انرژی قابل تجدید پیوندی انرژی شمسی و بادی 30 میگا وات را به نواحی گسترده واقع در فراترت پل هند از روستای کھاوادا تا واگاکوت فراہم خواهد نمود که در انجا دسترسی غیر نظامی مجاز نیست و این ناحیه تحت کنترل نیروی امنیت مرزی ورزش هند قرار دارد. وزیر امور خارجه بریتانیا دومینک راب به مسافرت رسمی 4 روزه از هند وارد دهلی نو شده است. آقای راب در دوران اقامتش امروز با وزیر امور خارجه هند دکتر اس جے شنکر راجع به موارد دو جانبه منطقی و بین المللی مورد علاقه متقابل مذاکراتی را انجام خواهد داد. او جلسات رسمی را نیز با وزیر محیط زیست، جنگلها و تغییر آب و هوا پرکاش جاودیکر و وزیر تعلیم و تربیت رمیش پوکھریال نشانک انجام خواهد داد. آقای راب به عنوان قسمتی از بازدیدش از بنگلورو نیز دیدار خواهد نمود که او در انجا در روز پنجشنبه با سروزیر کرناتکا ملاقات خواهد کرد. اولین اجلاس گروه عامل سه جانبه مابین هند، ایران و ازبکستان راجع به کاربرد مشترک بندر چابهار دیروز به طور مجازی صورت گرفت. این اجلاس تحت ریاست مشترک معاون وزارت کشتیرانی هند سنجیو راجن، وزیر ترابری ازبکستان دی دیخانوف،
و نائب وزیر ترابری ایران شاہرام احمد نژاد صورت گرفت تھے۔ وزارت امور خارجہ ہند تر بیانیے گفت کے تردوا نے ان جلسے شورکایان کاربرد مشترک بندر چابہار برائے اہداف تجارت و ترانزیت و ارتباط منطقی فضائندئی پاسبر رسی نمودن۔ ہر دو طرف مربوطے ہمچنین نقش مہم میں بندر چابہار برائے منطقے برائے تدارکات سے کمک انسانی در دوران وبا کووڈ را پردرسیدگی قرار دادن۔ ہماری طرف مربوطے ہمچنین از پیشنہاد ہند برائے برگزاری روز چابہار در حاشیے کنفرانس سران دریائی بین المللی تحت میزبانی ہند در ماہ جنوری 2021 میلادی استقبال نمودن۔ شنوندگان عزیز، اینک توجہ فرمائید به تفسیر روز تحت عنوان روابط ہند و ازبکستان روبه توسعه می نهد، نویسنده دکتر اندرانی تعلقدار و گوینده دکتر احمد علی۔ نخست وزیر نرندر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیوف در هفته گذشته ریاست مشترک مجازی یک کنفرانس سران مابین هند و ازبکستان را به عهده داشتند۔ این اولین کنفرانس سران این گونه با هیچ کشور آسیای مرکزی بود۔ هر دو رهبر تبادل نظر عمیق را راجع به روابط دو جانبه و وبا کووید 19 و موضوعات منطقی و جهانی به نفع متقابل نمودند۔ آنها تعهد مداوم شان را برای رساندن اشتراک عمل استراتژیکی به سطح نوین و عالی نشان دادند۔ هر دو رهبر از جلساتشان قبل از آخرین کنفرانس سران تحسین ستائش نمودند و باور می کنند که این جلسات همکاری مابین دهلی و تاشقند در بخشهای متعدد و گوناگون از قبیل سیاسی، تجاری و سرمایه‌گذاری، دفاع، امنیت، ضد تروریسم، علوم و تکنولوژی، انرژی هسته‌ای، فضا و فناوری اطلاعات را بیشتر مستحکم نمودند و روابط فرهنگی و اکادمیکی را توسعه و گسترش دادند۔ اجلاس کمیته هماهنگی ملی به سطح وزیران که در ماه اوز صورت گرفته در نظارت اجرای پروژه های دو جانبه متعدد و قراردادهایی برای نتایج به هنگام و مؤثر کمک نموده۔ نخست وزیر مودی و پرزیدنت میرزیوف وبا کووید 19 در هر دو کشور را مورد رسیدگی قرار دادند۔ هر دو رهبر راجع به لزوم همکاری دو جانبه و جهانی برای ادامه مبارزه با این وبا موافقت نمودند۔ رئیس جمهور ازبکستان از نخست وزیر هند برای کمکی که هند به آن کشور نموده امتنان و تشکر نمود۔ هند به نوبه خود تعهدش برای کمک بیشتری به ازبکستان را تکرار نمود۔ هر دو رهبر در بخش اقتصادی موافقت نمودند که امکانات تجاری کامل مابین دو کشور هنوز مورد استفاده قرار نگرفته، کاربرد آن در حصول نشانه تجاری 1 بیلیارد دلاری به هر دو کشور کمک خواهد کرد۔ هر دو رهبر برای همکاری جهت تکمیل پیمان سرمایه گذاری دو جانبه موافقت نمودند که در توسعه سرمایه گذاری و تحفظ برای بهبودی بیشتر همکاری تجاری و اقتصادی کمک خواهد نمود۔ برای تسریع پیشرفت در بخش تجاری و سرمایه گذاری به تماسهای مستقیم مابین ایالات هندی و مناطق ازبکستان و تامین اتاقهای صنعت و بازرگانی متعدد تاکید شد۔ هند یک خط وام 448 میلیون دلاری به ازبکستان را به تصیب رسانده که تاشقند تعهدش را برای استفاده مؤثر از آن نشان داد۔ تمرکز توجه به بخش اقتصادی در حصول هدف 1 میلیارد دلاری در دوران این کنفرانس سران کمک خواهد نمود۔ رهبران هر دو کشور همچنین عمران بیشتر بندر چابهار در ایران را مورد توجه قرار دادند که برای هر دو کشور و منطقه خیلی حائز اهمیت خواهد بود۔ تاشقند یک کنفرانس سران سه جانبه مابین دو کشور و ایران برای توسعه ارتباط بهتر از طریق بندر چابهار نمود۔ هند به ازبکستان برای شرکت در راهرو ترابری بین المللی شمال جنوب دعوت نموده که آن هم یک تحول مهم می باشد۔
هر دو رهبر همچنین اهمیت مبارزه با تروریسم را مورد بحث بررسی قرار دادن. آنها همچنین به لزومی برای هر دو کشور برای تضمین این امر که سرزمینش برای انجام حملات تروریستی بر علیه کشور دیگر مورد استفاده قرار نگیرد تاکید نمودند. طرفین خواستار به مرحله نهایی رساندن یک کنوانسیون جامع راجع به تروریسم بین المللی شدند. طرفین راجع به افغانستان موافقت نمودند که برای تصفیه تنازع افغانستان روند صلح به اصول رهبری افغانستان و تحت کنترل افغانستان خیلی مهم می باشد. هند و ازبکستان در پشتیبانیشان از یک افغانستان متحد و دارای حق حاکمیت و دموکراتیک اظهار توافق نظر نمودند. آنها اظهار نفع متقابل در تحکیم عمران اقتصادی افغانستان نمودند. برای آن انجام موفقیت آمیز دومین مذاکرات هند و آسیا مرکزی به سطح وزیران امور خارجه با اشتراک عمل آنها خیلی حائز اهمیت می باشد. نخست وزیر نرندر مودی و پرزیدنت میرزیوف اصلاحات سازمان ملل متحد را نیز مورد بحث بررسی قرار دادند و راجع به یک چند جانب گرایی یه اصلاح شده موافقت نمودند. تاشقند داوطلبی هند برای کسب عضویت شورای امنیت سازمان ملل حمایت نموده. هر دو رهبر همچنین میزبانی موافقت آمیز اجلاس شورای سران دول سازمان همکاری شنگایی توسط هند در ماه گذشته را نیز مورد بحث بررسی قرار دادند. به طور مجموع این کنفرانس سران مجازی خیلی موفقیت آمیز بود. رابطه مابین هند و ازبکستان ربط توسعه نهاده و هر دو کشور از لحاظ دو جانبه و همچنین به سطح منطقی و بین المللی خیلی حائز اهمیت هستند.